مأمن زیبای من، ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. برامو یاد خدا سلام شنونده ها و بیننده های محترم رادیو تلویزیون ملی تخار و داشته های خبر این ساعت با من عبید الله دلاور خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 ماه سنباله سال 1403 هجری خورشیدی، 5 ربیع الاول سال 1446 هجری قمری و 8 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز کار تحکیم و بازسازی 4 کانال آب زراعتی در تخار. مسئولان ریاست حوزه دریایی طالاقان میگویند هزینه این پروژه ها نزدیک به 400 هزار دلار آمریکایی بوده که با تکمیل آن هزاران جریب زمین زراعتی آبیاری میگردد. افزایش بی پیشینه ی حاصلات سیب در ولسوالی کلفگان تخار. شماری از باغداران در این ولسوالی میگویند به دلیل آب و هوای مناسب، علاقمندی مردم به باغداری و همکاری های تکنیکی اداره زراعت تخار، حاصلات سیب افزایش بی پیشینه داشته است. و برگزاری سمینار علمی و تربیتی برای کادر علمی پوهنتون پروان. مسئولان میگویند این سمینار علمی و تربیتی از سوی رهبری پوهنتون پروان به هدف دانستن حقوق و رعایت دستورالعمل های وزارت تحصیلات عالی تدبیر شده است. مشروع خبرها. کار تحکیم و بازسازی 4 کانال آب زراعتی به هزینه نزدیک به 400 هزار دلار آمریکایی در تخار آغاز گردید. مسئولان در جریان افتتاح این پروژه های ملی و عام المنفعه میگویند با تکمیل کار این کانال های آب هزاران جریب زمین زراعتی آبیاری و برای 3000 تن زمینه کار مساعد خواهد شد. زین‌الدین سیحون گزارش میدهد. آغاز کار تحکیم و بازسازی 4 کانال آبیاری در تخار. مسئولان در جریان آغاز کار این پروژه های ملی و عام المنفعه میگویند کانال های شهروان، گومالی، ملکای خطایان در شهر طالقان و کانال لجدی در ولسوالی فرخار این ولایت به هزینه نزدیک به 400 هزار دلار آمریکایی و به حمایت مالی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تحکیم و بازسازی خواهد شد که با تکمیل آن بیش از 100 هزار جریب زمین زراعتی آبیاری می شود. 380 هزار دلار آمریکایی در مجموع هزینه ازی است، ولی در چند نقطه ما را در کانال شهروان داریم، در کانال گومالی داریم و در کانال ملکای خطایان که مربوط به خط مرکز ولایت تخار است. این به طول 700 متر دیوار است به خاطر تحلیل کاری می کانال که دیوار نویت موادش مس کنکریت یعنی کنکریت همراه با سنگ و بولدر می باشه که به طول 700 متر کار میشه و به ارتفاع 3 متر دیوار ارتفاع داره که 1.5 مترش تعداد است و 1.5 مترش هم بالای زمین قرار داره. همزمان با این شمار از استفاده کنندگان آب در حالی که از آغاز کار این پروژه های ملی در این ولایت ابراز خرسندی می کنند، اما تاکید دارند در کنار اینکه با تحکیم این کانال ها از ضایعات آب جلوگیری به عمل آمده و زمین های زراعتی از تخریبات نجات پیدا می کند. ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم. اینمی پروژه که با ما همینجا امار شده این بسیار با ما فایده زیادی داره. اینمی تپه که میبینین به نام قلعه زوبین یک تپه تاریخی است. اون رو چپه کده برده سش دریا. وقتی که این دیوال میشه همه همین مشکلات ها رفع میشه. خوشبختانه امروز شاید افتتاح پروژه هستیم که امی جلوگیری امی خساره آب هم میکنه. دیگه همچنان شغل کاری برای جوانان بیکار شده. ما بسیار خوشحال هستیم. به گفته مسئولان قرار است پروژه تحکیمات این کانال ها در 5 بخش به طول 1500 متر تطبیق گردد که کار عملی آن در ساحه قلعه زوبین شهر طالقان آغاز شده و نیز در جریان کار آن برای 3000 تن زمینه کار مساعد خواهد شد. باغداران در ولسوالی کلفگان تخار از افزایش محصولات باغداری مخصوصا سیب ابراز خوشبینی می کنند. شماری از باغداران در این ولسوالی می گویند به دلیل آب و هوای مناسب، علاقمندی مردم به باغداری و همکاری های تکنیکی اداره زراعت تخار، حاصلات سیب افزایش بی پیشینه داشته است. در همین حال مسئولان زراعت، آبیاری و مالداری کلفگان تاکید دارند که در چند سال اخیر اکثریت باشندگان این ولسوالی به باغداری روی آورده و همین اکنون صدها هکتار زمین را به باغ های سیب مبدل کرده است. اسدالله زمره گزارش می‌دهد.
افزایش حاصلات باغهای سیب و خرسندی باغداران در ولسوالی کلفگان تخار. حاجی جمعخان هیکلزاده که یکی از باغداران سابقه کار روستای آقبلاق کلفگان است میگوید این ولسوالی به دلیل داشتن آب و هوای مناسب خوبترین بستر برای باغداری است و وی در محدوده 20 جریب زمین را باغهای سیب احداث کرده است. آقای هیکلزاده می افزاید به هدف خودکفایی در بخش میوه‌جات، رشد اقتصاد و فراهم شدن زمینه کار برای جوانان در بخش باغداری سرمایه گذاری کرده است. 14 قسم سیب است. سیب که 14 قسم است که امی در هر ماه در هر وقت بعد از سرطان تا ماه آخر میزان این سیبا که است در اینجا امی جالبا آمده میخره از اینجا. ما اگر جالبا نیامد کم چیز کرد ما خودم در بازار عرضه میکنیم. از سوی هم شماری از باغداران در حالی که کیفیت محصولات باغداریشان را ستایش میکنند اما تاکید دارند به دلیل نبود سردخانه های معیاری در این ولسوالی و همچنان نبود یک بازار مناسب در داخل و بیرون از کشور محصولات باغداریشان را با بهای ناچیز به فروش میرسانند. سردخانه نداریم، مثال برادر این کناتا ای چیزا نداریم، همین رقم برادر اگر در بازار زودتر که بردیم که برادر پروختیم نفروختیم اینا خود به خود همین رقم برادر خراب میشه میروند. یک جریب 66 درخت به اصطلاح سیب میشونی من. درختی که از درخت های کلان که زیاد میگیره 20 سیر میگیره 25 سیر میگیره، بعضی درخت ها 5 سیر میگیره، درخت های 9 درخت است 10 سیر میگیره. در همین حال مسئولان زراعت، آب بیاری و مالداری کلفگان میگویند که همکاری و مشوره های تخنیکی اداره آنان باعث شده است تا اکثریت کلفگانی ها به باغداری رو بیاورند و نیز آنان در چند سال اخیر صدها هکتار زمین را به باغهای مثمر مخصوصا سیب مبدل کردند. در ولسوالی کلفگان بیشتر از 800 هکتار زمین باغ سیب احداث شده. لله الحمد نسبت به سالهای گذشته حاصلات سیب در ولسوالی کلفگان افزایش بی سابقه داشته. گفتنی است کلفگان از جمله ولسوالی های سردسیر و زراعتی ولایت تخار به شمار می رود که محصولات باغداری مخصوصا سیبیان در طعم و کیفیت شهرت خاصی برخوردار است و همین اکنون یک سیر سیب کلفگان در بازارهای تخار از 100 افغانی شروع تا 300 افغانی به فروش می رسد. با باور کارشناسان امور زراعتی استفاده از روش نوین در باغداری باعث افزایش حاصلات سیب و علاقمندی بیشتر باشندگان ولسوالی کلفگان به باغداری شده است. اسدالله زمرای، رای تلویزیون ملی افغانستان، ولسوالی کلفگان تخار. اکنون هم چند خبر کوتاه. ولایت پنشیر توسط منصوبین انجنیری وزارت دفاع ملی به ولایت بدخشان وصل شد. وزارت دفاع ملی میگوید تیم‌های انجنیری این وزارت با همکاری سرک کوتل انجمن ولایت پنشیر را به ولایت بدخشان وصل کردند. به گفته این وزارت کارهای باقی مانده این سرک قرار است تا ولسوالی بهارک ولایت بدخشان ادامه یابد. این وزارت افزوده که با تکمیل شدن کار این جاده باشندگان ولسوالی های کران و منجان، یمگان، جرم و بهارک بدخشان می توانند در مدت 6 ساعت و با هزینه کم به کابل سفر کنند. بنابر لزوم دید مقام ولایت تخار و ریاست عمومی تربیت بدنی، ورزشی و کمیته ملی المپیک، قاری فیض محمد انس به عنوان عامر جدید تربیت بدنی و ورزشی این ولایت تقرر یافته و رسما آغاز به کار کرد. نماینده مقام ولایت ضمن تاکید بر اصل تغییر و تبدیل در نظام، حکم تقرری وی را قرائت و برای او در امور خدمتگزاری آرزوی موفقیت کرد. پنجمین دوره مسابقات انتخابی جودو با معرفی چهره های برتر به پایان رسید. این مسابقات با حضور 100 ورزشکار از کلب‌های مرکز و ولسوالی‌های ینگ قلعه در قد و خواجه بهاءالدین در دو کتگوری سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد. در این دوره مسابقات در کتگوری جوانان کلب مرکزی مقام اول و ولسوالی‌های ینگ قلعه و در قد مقام دوم و سوم را کسب کردند. در کتگوری بزرگسالان نیز ولسوالی ینگ قلعه مقام اول و کلب مرکزی و ولسوالی در قد مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. هدف از برگزاری این رقابت ها شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد تیم منتخبه بود. در مجموع 36 ورزشکار در دو کتگوری جوانان و بزرگسالان به تیم منتخب راه یافتند. در پایان برای تیم ها و ورزشکاران برتر کپ، مدال و تحسین نامه اهدا شد.
ای وطن ای گوهر والا. اکنون هم خبرهای بیرون از ولایت. سیمینار علمی و تربیتی برای اعضای کادر علمی پوهنتون پروان و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش تدبیر گردید. این سیمینار علمی و تربیتی از سوی رهبری پوهنتون پروان به هدف دانستن حقوق و رعایت دستورالعمل‌های وزارت تحصیلات عالی تدبیر شده است. سمینار علمی و تربیتی که برای کادرهای پوهنتون پروان و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش را اندازی شده بود، یکی از نیازهای اساسی برای استادان بیان شده و این سمینارها غرض سیقل شدن و بروز اندیشه‌های آنها بر راه انداخته شده است. مسئولان پوهنتون پروان از تمام شرکت کنندگان خواست آنچه را که در این سمینار فرا گرفتند با محصلین نیز شریک نمایند. همین برنامه به خاطر عزیز که استادای محترم ما اول باید خودشان به شریعت و مسئولیتی که برای سپرده شده و می خودشان برابر باشه، بعدن میشه که به محصل خود گلگو باشه، چرا که محصل از استاد خود رنگ میگیره. از سوی هم شرکت کنندگان این سمینار علمی و تربیتی را مفید و ضروری خوانده تا از طریق آن با آموزه‌های اسلامی و اخلاقیشان آگاهی بیشتر پیدا کنند و برای دیگران راهنما شوند. اهمیت این گونه سمینارها در مجموع بسیار مفید هستند، چون که در این سمینار یک موضوعش در بخش اضرار فساد اداری استن یا اضرار فساد اخلاقی استن. وقتی که این گونه سمینارها دایر شوه و در این ضررهایش معین و مشخص شوه، کارمندا اعضای کادر علمی که در اینجا کار میکنه اونها متوجه به وظیفه خود بهترتر میشوند و این در وطن ما شما یک امر ضروری و لازمی است که چنین سمینارها داشته باشیم. این در حال است که در هفته گذشته برنامه علمی و تحقیقی ویرایش تخصصی متن فارسی دری در پوهنتون ولایت پروان برگزار شده بود که ده تن اشتراک و از این برنامه فیض بردند. و خبر اخیر این که زبانهای منجانی و واخانی در ولایت بدخشان در تفاهم با وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی مؤسسه بین المللی زبانشناسی سمر مورد تحقیق قرار میگیرد و فرایند آن در مکاتب کران و منجان و واخان در هماهنگ با وزارت معارف تدریس میگردد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان که غرض بررسی از روند این تحقیقات به ولسوالی های کران و منجان و واخان سفر کردند میگویند که با تلاش های مؤسسه سمر خطر انقراض واژه های اصیل آریایی در این زبان ها برطرف می شود. شاهرخ سیرت از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد. مؤسسه بین المللی زبانشناسی سمر در هماهنگی با ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ و معارف بدخشان در بخش‌های زبان‌های منجانی و واخانی در ولسوالی‌های کران و منجان و واخانی این ولایت فعالیت می‌نماید. این زبان‌ها در مکاتب ولسوالی‌های کران و منجان و واخانی بدخشان از سوی این مؤسسه در این ولسوالی‌ها تدریس می‌گردد. تدریس زبان واخانی در تعلیمات قبل از مکتب دیگه اطفال زیر سن 6 ساله میگیریم، آماده به مکتب میکنیم، مدت نیمه برشان تدریس میکنیم و باز به سن 7 سالگی هنر را به مکتب تقدیم میکنیم. زبان واخانی دارای 47 حروف میباشد که از جمله 5 حروف از سیچه واخانی، 7 حروف از پشتو، 3 حروف از عربی و متباقی 3 حروف از زبان فارسی میباشد. رسم الخط زبان منجانی از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ اکادمی علوم نصاب تعلیمی جمع با همو دانشمندان خارجی زبانشناسان خارجی ساخته شده و در دسترس ما قرار داده شده. تقریبا 42 حرف داره که از زبان مثلا فارسی گرفته شده، یگان حرفش از زبان پشتو گرفته شده، چند حرفش مختص به زبان منجانی است. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان از روند تحقیق این زبان‌ها در ولسوالی‌های کران و منجان و واخان این ولایت بررسی نموده میگویند زبان‌ها در رشد و پیشرفت فرهنگ‌ها، تاریخ و رسوم‌ها نقش مهم دارند. پروسه نظارت ما روی زبان منجانی بود و روی زبان واخانی که ما از نزدیک آمدیم و کسایی که در ساحه اعزام شده بودند تحقیقات می‌کردند از میان مردم و فرهنگ ها، عنعنات، رسوم ها، قصه های مردم را اینا سرش تحقیق میکردن، تحقیقات علمی میکردن، ما از اون نظارت کردیم. واژه سازی شده از این زبان، الف با برای این زبان ساختن و این در حقیقت یک ابتکار بسیار بزرگ و یک شهکار استثنایی است که در این ساحه زبان ها صورت گرفته.
علاوه بر زبانهای منجانی و واخانی، بر دیگر زبانها نیز از جمله اشکاشمی، سنگلیچی، شغنانی، ازبکی و دیگر زبانها در ولسوالی های ولایت بدخشان تکلم می‌گردد. شارخ سیرت، تلویزیون ملی، ولایت بدخشان، ولسوالی واخان. بیننده ها و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود داشته های خبری این ساعت که تقدیمتان کردیم. تا درود دیگر، بدرود. ای وطن ای مسکنی بابای من، ای وطن ای مسکنی بابای من. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، توجه نمایید به اعلانات امروز یکشنبه مورخ 5 ماه ربیع الاول سال 1446 هجری قمری، برابر است با 18 ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی. اسامی روح الله ولد شیرخان، مسکون ولایت تخار، مالک یک اراد موتر نو کرولا می باشد. وی می خواهد انجن واسطه از فعالیت بازمانده خیش را عوض و به جای آن انجن جدید خریداری نماید. به آن اشخاص و دوائری که در مورد کدام معامله داشته باشند می توانند عرایضشان را الا مدت 3 روز به مدت ترافیک ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی ضیاءالحق ولد محمد رحیم، عبدالوهاب ولد عبدالجبار، خال محمد ولد نظر محمد، امان الله ولد محمد نعیم، عین الله ولد نعمت الله، لال محمد ولد محمد آدینه، عبدالرسول ولد عبدالقدوس، محمد حکیم ولد محمد نظر، دوست محمد ولد مراد محمد، محمد ابراهیم ولد محمد طاهر، بازاربای ولد حاجی امامیار، عبدالله ولد محمد صالح، زین الدین ولد عبدالقیوم، فضل احمد ولد باز محمد، سکینه بنت محمد عثمان، دور محمد ولد خالبای، عبدالحمید ولد قدرت الله، نظیر احمد ولد فضل احمد، دور محمد ولد خال محمد، سهیلا بنت گل مولا، میر احمد ولد باز محمد و اسدالله ولد حبیب الرحمن پاسپورت و تذکره های الکترونیکیشان را مفقود نمودند. بنا انیابندگان می توانند به اداره احصایه و معلومات و آمریت پاسپورت ولایت تخار تسلیم نمایند.